درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در چهارشنبه 21 اسفند ماه 12 مارس نگاهی داریم به پوتینیسم. Failure to deter Russia's aggression will embolden President Putin to continue seeking illegitimate power and further threaten stability in this important region of the world. Just as importantly, failure to act would embolden bullies in other areas of the world who are no doubt watching. کوتاهی در بازداشتن اقدامات خصمانه روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را رو در راه دستیابی به قدرت غیرقانونی و تهدید بیشتر ثبات این منطقه مهم جهان جسورتر می کند. کوتاهی در عمل از این جهت هم مهم است، زیرا قلدرهای دیگر نقاط جهان را که بی تردید این وضعیت را می بینند جسورتر خواهد کرد. صحبت های لوک مسر نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا بود. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قاطع قطعنامه شدیداللحن خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه شد. готовили с участием членов Совета безопасности Российской Федерации наши встречные предложения. Они нацелены на то, чтобы ситуацию ввести в рамки международного права. С учетом интересов всех без исключения украинцев, с учетом глубокого государственного кризиса в этой стране. ما و اعضای شورای امنیت فدراسیون روسیه پیشنهاد متقابلی را با هدف حل وضعیت اوکراین بر اساس قوانین بین‌المللی و با در نظر گرفتن منافع همه شهروندان اوکراین با توجه به بحران عمیق در این کشور برای ارائه به آمریکا آماده کردیم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دیداری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سوچی که از تلویزیون دولتی پخش می‌شد با اشاره به عدم رضایت مسکو از پیشنهاد جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت همتای آمریکایی‌اش دعوت روسیه برای این دیدار رو و دیدار از روسیه رو و ادامه گفتگوها را نپذیرفته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری در تماسی تلفنی تمایل خود را برای ادامه گفتگو با همتای روسش ابراز کرده، اما گفته که مذاکرات باید در فضای مناسب و با هدف حفظ تمامیت ارضی و حق حاکمیت اوکراین انجام شود. با توجه به ادامه اشغال شبه جزیره کریمه توسط نیروهای روسیه و حمایت مسکو از رفراندوم بر سر الحاق کریمه به روسیه و اظهارات تحریک‌آمیز ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده و فراری اوکراین در روسیه، مقامات دولت آمریکا سیاست به شدت انتقادی رو نسبت به رویکرد پوتین در اوکراین در پیش گرفتند. امروز ساعت 2:45 بعد از ظهر به وقت واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید میزبان آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت دولت اوکراین است. رفراندوم یک شنبه کریمه کمک‌های اقتصادی به دولت جدید و برگزاری انتخابات آتی در کانون این دیدار قرار دارد. رهبران گروه 7 امروز در بیانیه مشترک الحاق کریمه به روسیه رو نقض تمام معاهدات بین‌المللی و دوجانبه میان اوکراین و روسیه عنوان کردند. در این بیانیه که توسط کاخ سفید منتشر شده است، تاکید شده با ادامه وضع فعلی روسیه در گروه کشورهای صنعتی جایی نخواهد داشت. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم برخورد تند مقامات آمریکایی با پوتین سازنده است یا مخرب. همطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه مخرب رو انتخاب کردن. اعتقاد دارن که این شیوه روش تند برخورد با پوتین نتیجه معکوس احتمالا خواهد داد. همونکار میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@news.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به پوتینیسم و ضد پوتینیسم. جان مک‌کین سناتور جمهوری خواه آمریکا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را سرهنگ سابق سرویس جاسوسی کاگبه خواند و گفت آمریکا گزینه‌ای نظامی برای برخورد با دخالت نظامی روسیه در اوکراین ندارد و نباید هم داشته باشد. جان بینر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا ولادیمیر پوتین را یک گردن کلفت خواند.
جان بینر به نشریه سینسیناتی گفت زمان آن رسیده که به اتحادیه اروپا در اعمال تحریم علیه روسیه بپیوندد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا: اقدامات پوتین نظیر اقدامات آدولف هیتلر در دهه 1930 است. توضیح هیلاری کلینتون در مورد مقایسه پوتین با هیتلر: من فقط میخواهم همه یک ذره دیدگاه تاریخی داشته باشند. من قطعا مقایسه نمی کنم، ولی توصیه می کنم که شاید ما از تاکتیک پوتین که قبلا هم استفاده شده می توانیم درس بگیریم. تیموتی استنلی، تاریخدان و نویسنده روزنامه تلگراف، خطاب به هیلاری کلینتون: پوتین هیتلر نیست. اینکه یک سیاستمدار مطرح پوتین را با هیتلر مقایسه کند همه را نگران می‌کند. هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکا در دهه 70 میلادی: پوتین استراتژیستی است که در زمینه تاریخ روسیه سخت جدی است، اما در درک ارزش‌ها و روانشناسی ایالات متحده چندان تبحر ندارد. سیاستگزاران آمریکا هم به نوبه خود درک کاملی از تاریخ و روانشناسی روسیه ندارند. برنت بادوفسکی، ستون نویس هافینگتون پست و کارشناس امور بین‌الملل: هیلاری کلینتون به درستی پوتین را با هیتلر مقایسه کرد. هیتلر هم میگفت میخواهد از حقوق اقلیت آلمانی در کشورهای همسایه حفاظت کند، تاکتیکی که پوتین هم برای دخالت در کریمه از آن استفاده میکند. بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمانهای امشب افق آقای دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد که از پالو آلتو با ما هستند، آقای بیژن کیان، عضو پیشین هیئت مدیره بانک صادرات واردات آمریکا، عضو مشاور مؤسسه نظرسنجی گلوب و کارشناس ارشد پیشین دانشگاه نیروی دریایی آمریکا، آقای علی الفونه در استودیوی صدای آمریکا با ما هستند، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی. روی خط تلفنی از اوکراین با ما آقای سیاوش مهاجر هستند، پزشک از شمال شرق اوکراین به ما میپیوندند. آقای مهاجر، مختصر به ما توضیح بدید که فضا الان چگونه است در اوکراین، به ویژه در منطقه شرق که ظاهرا فضا کمی ملتهب‌تر هست و صحبت‌های بسیاری میشه که اون منطقه است که مردم تمایل بیشتری به آقای پوتین و روسیه دارن، عمدتاً روس زبان هستند. با توجه به این رفراندوم پیش رو، مردم چگونه نگاه میکنن به فضا؟ چه احساسی نسبت به موضع آقای ولادیمیر پوتین دارن در اون منطقه؟ سلام خدمت شما و همه مهمانای برنامه و همه هموطنای عزیزم تو ایران. اینجا متاسفانه فضا آنچنان که باید خوب نیست. درسته، همونطور که شما عرض کردید، یه جورایی مردم بیشتر تمایل به روسیه دارن، ولی متاسفانه یه جور ناهماهنگی پیش اومده بین خودشون. یک سری از مردم، کسایی که به اصطلاح به عنوان یه جور کارگر میرن روسیه کار میکنن، درآمدشون اونجا خوبتره، طرفدار روسیان، و کسایی که حس ملی دارن و تو اوکراین زندگی میکنن، درآمدشون خیلی پایینه، یه جوری طرفدار این به اصطلاح این دولت جدید شدن. و متاسفانه اگه بخوایم اینو در نظر بگیریم، دولت جدید هم آنچنان صورت‌های به قول معروف میگه فیس‌های خیلی درخشانی ندارن تو زندگیشون تو اوکراین. چقدر شما اونجا با مهاجر شاهد خشونت بودید؟ گزارش‌هایی هست آقای پوتین و آقای لاوروف، مقامات دولت روسیه تاکید میکنن که برای حفظ امنیت روستبارها تلاش میکنن در کریمه مستقر شدن و نگران این وضعیت در شرق اوکراین هستن. آیا شما شاهد این بودید که برخوردی با این افراد صورت بگیره، حمله ای به
کلیساها یا مراکزی صورت بگیره؟ چنین چیزی رو شما شاهد بودین؟ اصلا هم چنین چیزی رو من ندیدم. من بی‌طرف دارم قضاوت میکنم اینجا، نه آمریکا نه روسیه، فقط به عنوان یه ایرانی، به این ایرانی که اینجا زندگی میکنم، همه چیز رو بی‌طرف میبینم. همچین چیزی دیده نشده، ولی خیلی خیلی ها هستن. من خودم مریض داشتم که رفتن پاس اوکراینیشون رو دادن و پاس روسی، تو عرض دو ساعت بهشون پاس روسی دادن، تو کنسولگری روسیه تو شهر شرقی اینجا اقدام کردن، دو ساعت پاس روسیه بهشون دادن. یعنی در واقع مردم رو ترغیب میکنن که وضعیت اقامتشون رو عوض بکنن به روسی. بله بله بله، همچین چیزی هست. بله، اون چیزی که من به چشم خودم دیدم. بسیار خوب. آیه مهاجر، اگه میتونید با ما باشید، البته میدونم شما مسافر هستید، اگه امکان داشت با ما روی خط بمونید به شما برخواهیم گشت. آیه دکتر میلانی، فضا رو برشک شما هم از نزدیک دنبال میکنید، صحبت های آیه مهاجر هم شنیدیم در اونجا چه شرایطی حاکم هست. اون چه که ما الان از سوی آمریکا شاهد هستیم، موازی که دیشب قطعنامه رو کنگره آمریکا تصویب کرد، دولت آمریکا موازش رو روشنی گرفته، بیانیه که گروه هفت منتشر کردن امروز، سیاستمداران آمریکایی با این شیوه تهاجمی نسبت به پوتین، پرسشم که ما در فیسبوک مطرح کردیم، آیا به سمت تخریب وجهه پوتین حرکت میکنن؟ این کار اساسا درست نتیجه مطلوب خواهد داشت یا نتیجه مخرب؟ ببینید، من فهم کنم کسی که بیش از هر کسی در جهت مخالف منافع به گمان من روسیه و حتی تصویر آقای پوتین داره حرکت میکنه، خود آقای پوتینه. یعنی این فکر که شما میشه با شیوه های مثلا استالین در آذربایجان کریمه رو بخورید و برخلاف تعهد مشخصی که دولت شوروی کرده بود، دولت روسیه کرده بود، وقتی که اوکراین تمام بمب‌های اتمی خودش رو واگذاشت، یادمون نره اوکراین یکی از مراکز اتمی اتحاد جماهیر شوروی بود، دولت اوکراین تمام بمب‌های اتمی خودش رو در نتیجه مذاکراتی که دولت آمریکا وساطتش رو داشت، یکی از همکاران ما در استنفورد آقای پری اون وقت وزیر دفاع بود، اونها قراردادی تعیین کردن که دولت اوکراین تمام بمب‌های اتمی خودش رو وا بگذاره، در مقابل دولت روسیه تعهد بکنه که هرگز تمامیت ارضی روسیه رو مورد تجاوز قرار نده، هرگز به کریمه چشم به اصطلاح دست اندازی پیدا نکنه، و دولت اوکراین هم پایگاه نظامی روسیه رو در اونجا به رسمیت بشناسه. کسی که داره در جهت این مخالف همه این قراردادها حرکت میکنه و داره سعی میکنه که یک در واقع بازآفرینی امپراتوری روسی رو بکنه، به نظر من در کوتاه مدت هر چی انجام بشه در دراز مدت به ضرر روسیه است و به ضرر آقای پوتین. البته آقای پوتین در نتیجه اون چه که در مثلا قسمت‌های دیگر کرد، در گرجستان کرد، اون چه در گروزنی کرد، وجه بین‌المللی چندانی به عنوان انسان صلح دوست یا انسان دموکرات نداشت. این مضحکه‌ای که از دموکراسی در روسیه ایجاد کرده و این بازی که ایجاد کرده به طوری که 25 سال رئیس جمهور خواهد موند، وجهه دموکراتیکی نداشت، ولی حداقل به عنوان انسانی که منافع روسیه رو میتونست تأمین بکنه، اون هم به گمان من در آینده اگر بر همین روال ادامه بده، در اون هم شک و تردید خواهد بود، برای اینکه روسیه الان دیگه روسیه دوران شوروی نیست، الان روسیه منافعش در سطح بین‌المللی است، با بازارهای بین‌المللی رابطه داره، و اگر اون روابط قطع بشه، هم خود آقای پوتین که یکی از بزرگترین سرمایه‌داران روسیه هستند و هم همدستانشون این اولیگارک‌ها صدمات مالی فراوانی خواهند دید. بسیار خب، ما برمیگردیم به شما میدانیم و صحبت خواهیم کرد، چون آقای مک‌فال که همکار و دوست نزدیک شما بودن، مدت‌ها سفیر آمریکا در مسکو بودن، ایشون هم برگشتن به استنفورد، در مورد این صحبت خواهیم کرد که اساساً مقامات آمریکایی دیپلمات‌ها چه نقشی در کاهش تنش در این فضا داشتن یا اساساً ممکنه تشدید کرده باشن. برای اینکه ما ارتباطمون با آقای مهاجر ممکنه تا چند دقیقه دیگه قطع بشه، من لحظاتی هم برگردیم دوباره با آقای مهاجر. و آقای مهاجر، صحبت‌های دکتر میلانی رو شنیدید، مردم اوکراین اونچه که شما باشون از نزدیک در تماس هستید، چه نگاهی به موضع پوتین و موضع دولت آمریکا دارن در اونجا؟ ببینید، الان من با آقای میلانی کاملا موافقم. الان تمام مردم اوکراین یه جورایی کسایی که به اصطلاح طرفدار غرب هستن و این انقلابی که تو میدان استقلال کیف شد و
به اصطلاح همراهی کردن، همشون دیگه یه جورایی تقریبا دیگه دارن ناامید میشن، همه چشمشون به آمریکاست. ولی متاسفانه اینجور که ما میبینیم آمریکا هم هیچ حرکت مهمی نکرده. آقای اوباما فقط بحث شعار و حرف بود، به غیر از این دیگه هیچ کار خاصی انجام نداده. چه انتظاری دارن؟ انتظار دارن آمریکا چه کار بکنه؟ مردم اوکراین چه انتظاری از دولت اوباما دارن؟ انتظار دارن که کمکشون بکنه تو این مرحله که الان تو این وضعیت که گیر کردن. حتی من خیلی از همکارام هستن که هنوز حقوق نگرفتن. اون 15 میلیاردی هم که روسیه بهشون داد فقط 3 میلیاردش بود که اون 3 میلیارد هم خرج میدان استقلال کیف و پلیسایی که اونجا بودن شد. خیلی هستن هنوز 2 ماه 3 ماه اینجا حقوق نگرفتن. چشم امیدشون مثلا به امریکا یا اتحادیه اروپا است که کمکشون بکنه، ولی خب میبینیم هنوز حتی هیچ نقطه مشترکی با روسیه پیدا نکردن. الان حدود 10 روز 12 روز از این داستان کریم میگذره، ولی متاسفانه هیچ گونه نقطه مشترکی پیدا نکردن. اینجا مردم نسبت به این طرح رفراندوم چه نگاهی دارن؟ اعتقاد دارن که اگر کریم به مسکو به پیونده ممکنه منجر به جنگ داخلی بشه در اوکراین؟ نه اینطور نیست. خیلیشون هم راضی هن، چون به قول معروف تو همون منطقه جزیره کریم خیلی مناطق گازی هست، یعنی این تو قراردادی که تو بوداپست بستن اون منطقه متعلق به روسیه بوده، حالا هست یا نیست کار نداریم. ولی منطقه مراتب اونجا که ذخایر گازی هست، خود روسیه هم از این میترسه که اگه این منابع به دست اوکراین بیفته دیگه نتونه گازشو منتقل بکنه به اروپا از طریق اوکراین. یعنی مردم اساسا خیلی نگرانی نیستن، چون الان دولت موقت اوکراین مخالفت کرده، پارلمان اوکراین این طرح رفراندوم رو لغو کردن عملا. مردم چه نگاهی دارن نسبت به این شرایط؟ الان آقای آرسنی یاتسینیوک چند ساعت دیگه بله ایشون در کاخ سفید با آقای اوباما ملاقات میکنه، ظاهرا میخوان کمک‌هایی رو از آمریکا بگیرن. مردم نگاهشون مثبت هست به این تحولات یا نگران هستن که این رفراندوم ممکنه تنش رو تشدید بکنه؟ نگران هستن چون این رفراندوم به نظر من شخصا فکر میکنم یه جورایی یه جنگ داخلی پیش بیاد بینشون، در بین روس تبارا و اوکراین تبارا. در کریم؟ نه در اوکراین. در کریم بله در کریم. آقای مهاجر بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. امیدواریم در ادامه تحولات اوکراین بتونیم بیشتر با شما در تماس باشیم. خواهش میکنم. آقای کیان، شنیدید صحبت‌های آقای مهاجر رو، آقای میدانی هم تحلیلشون ابتدا شنیدیم. شما اعتقاد دارید ولادیمیر پوتین دشمن آمریکاست؟ ببینید آقای دقانپور، من فکر میکنم که دنیا توجهش رو معطوف کرده به تصویر برهنه آقای پوتین در کارهای عجیب و غریب، و ایشان هم تصویری که از خودشون میخوان ارائه بدن تصویر یک رهبر بسیار پرقدرت در روسیه هست، و این مثل یک تئاتر میبونه که بینندگان رول بازیگر رو تعیین میکنن و بازیگر هم در نهایت مهارت اون رول رو اجرا میکنه. ولی من فکر میکنم آقای دکتر میلانی اشاره کردن به هدف احتمالی پوتین در زمینه بازآفرینی امپراتوری روسیه. من فکر میکنم حقایق روسیه حقایقی هستند که به توسط اعمال و حرکات هنرمندانه آقای پوتین بایستی بگم تقریبا پوشیده شده. دنیا توجه نمیکنه که روسیه یک مملکت در حال رکود هست. روسیه از اقوام مختلفی تشکیل شده که حدود شاید 14 یا 15% جمعیت روسیه مسلمان هستند و این جمعیت به شدت رو به رشد هست. البته هیچ ایرادی نداره که جمعیت مسلمان رو به رشد باشه، ولی نقشی که مسلمانان در روسیه اجرا میکنند و موقعیت اونها در جامعه بسیار بسیار غم انگیز هست. در ایالت قفقاز شمالی، در منطقه قفقاز شمالی میبینیم که مثلا در چچنیا بیکاری یه چیزی حدود 50% هستش و اونجا فقر
بیداد میکنه و اینطور که من شنیدم میانگین درآمد حدود 72 یورو یا شاید حدود 100 دلار باشه که بسیار وضعیت اسف انگیزی رو برای مسلمانان اونجا فراهم میکنه. ببینید شما در روسیه اگر سوال بکنید از یک روس شما دولت محلی خودتون رو دوست دارید، میگن نه. میگن فکر میکنید که دولت وظایفش رو به خوبی انجام میده، میگن نه. بعد ازشون بپرسید شما آقای پوتین رو دوست دارین، میگن بله دوست داریم. خب این خیلی جالبه، این من فکر میکنم این عنوان برنامه شما در ارتباط با پوتینیزم یک موضوعی است که بیشتر باید راجبش صحبت میشه، به جای اینکه با هی راجب این رول آقای پوتین صحبت کنیم و شخصیت ایشون رو معادل وضعیت روسیه قرار بدیم مشکل رو حل نخواهد کرد. من فکر می‌کنم آقای پوتین خیلی خوشحال میشه که وقتی که همه با عصبانیت راجبش صحبت میکنند یا اینکه اون رو یک آدم مقتدر و یا با الفاظ دیگری بهش خطاب میکنند. ولی حقیقت اینه که آقای پوتین امروز رئیس جمهور کشوری است که مسائل و مشکلات بسیار زیادی داره و حقایق بسیار بسیار متفاوت از تصویر یک کشور قدرتمند و یک نیروی جهانی است. قیمت نفت در حال حاضر طوری هست که هنوز روسیه میتونه که نفوذ خودش رو در دنیا از طریق عملیات اقتصادی و سرمایه گذاری پیش ببره. ولی اگر این معادله عوض بشه ما شاهد یک روسیه بسیار متفاوتی خواهیم بود. من داشتم فکر میکردم که اینها جدید نیست، این حرکات آقای پوتین. ایشون به قول خودش 15 سالش بوده که تقاضای کار در لوبیانکا در KGB سابق و FSB جدید رو کرده و تحت نظر آقای یوری آندروپوف کار کرده و ایشون قهرمان زندگی آقای پوتین هست که بینندگان محترم با سابقه آقای آندروپوف که سالها رئیس KGB بوده و با مدل خاصی که با ایجاد وحشت کار میکرده و البته با مدل خاصی که تقریبا ایجاد وحشت به مدل مدرن رو پایگذاری کرده که آقای پوتین هم همین رو دنبال میکنه، یا اینکه شخصیتی به اسم آقای پوتمکین که در زمان کاترین دوم و زمانی که روسیه جزیره کریمه رو از عثمانی ها در فکر میکنم اواخر قرن 18 پس میگیره، میبینیم که آقای پوتمکین که این شهرها و دههای مقوایی رو درست میکرده در کنار رودخانه و همینطور که خانم کاترین ملکه در رودخانه سفر میکرده این تأسیسات مقوایی رو از یک جا برمیداشتن و به یک جای دیگه میبردن که ایشون فکر کنه که خیلی خیلی اون منطقه در حال رشد و در حال پیشرفت هستش. خب این تصویری که تصویری که شما در واقع ارائه میکنین که حالا به نظر میاد میفرمایید که در چهره ای هم که از روسیه انتقال داده میشه به دنیای بیرون اغراق میشه، اونطور که میفرمایید ظاهرا وضع آنچنان خوب نیست. اگر بخواید یک پاسخ بله یا خیر به اون پرسش قبلی من بدید، پوتین رو پس با این وضعیت شما دشمن آمریکا نمیدونید؟ نه ببینید، پوتین خودش رو دشمن کسی نمیدونه. پوتین اگر از آقای پوتین سوال کنید که شما خودتون رو چی میبینید، میگه آقا من آمدم اینجا که روسا رو خوشحال بکنم و من نیومدم اینجا که کسانی رو که خارج از روسیه زندگی میکنن خوشحال بکنم. بنابراین رویارویی ایشون با مردم خودش هست و موفق هم نیست، برای اینکه میگم این تصویر یک تصویر بسیار مصنوعیه. امروز اگه انتخابات واقعی انجام میشد شاید کمتر از 30% روزها به آقای پوتین رای میدادن. ایشون یه شرایطی درست کرده که خیلی مصنوعیه. بله. این مؤسساتی درست کرده، میدونید در روسیه کاندیداها هستن که انتخابات رو در حقیقت شکل میدن و همه چیز مصنوعیه. مثلا آقای ژیرینوفسکی رو میارن که خیلی هراسناک باشه و بعد بگن خب آقای پوتین که خیلی مدرن و دموکراتیک است و بهتره. آقای کم برمیگردیم به شما. آقای الفانه، دشمن آمریکا میبینید پوتین رو؟ پوتین آیا در قد و اندازه رهبران پیشین اتحاد جماهیر شوروی هست؟ از اونها قدش بلندتره؟
و چه شد که دو کشور آمریکا و روسیه که در این چند سال گذشته ببیشه در دوره مدودوف، آقای اوباما و آقای مدودوف به نظر دوستی خیلی نزدیک هم برقرار کردن، دوباره برگشتن به اون دوره تنش؟ آقای ولادیمیر پوتین نه تنها دشمن استراتژیک ایالات متحده آمریکا، بلکه دشمن آزادی و آزادمنشان در کشور خودش روسیه است. و از همین جهت هم ایالات متحده آمریکا بعد یک برنامه دراز مدتی برای حل مشکل و مسئله روسیه امروزی داشته باشه. و این یک هدف حداقلی است که شبه جزیره کریمه مجدداً ملحق به اوکراین بشه. خیر، ما یک هدف حداکثری رو باید دنبال کنیم و از نظر جغرافیایی روسیه باید به سایز دوران پیش از ایوان مخوف برسه. دولت‌های مختلف آمریکا در سال‌های بعد از جنگ سرد سعی بر این داشتند که رفتار درستی با روسیه داشته باشند، رفتاری که این حاصلش یک روسیه انتقامجو نباشه، همونطور که آلمان بعد از پایان جنگ جهانی اول به یک ملت و دولت و نظام انتقامجو تبدیل شد. ولی حقیقت امر اینه که تمام این سیاست‌ها شکست خورده و یکی از دلایلی که آقای پوتین اصولاً میتونه این اجازه رو به خودش بده که چنین گستاخی بکنه و حتی کوچکترین وفاداری به وظایف خودش در مورد کشوری مثل اوکراین نباشه و حتی به قراردادهای خودش وفادار نباشه، این است که دولت‌های آمریکا و نه فقط دولت آقای پرزیدنت اوباما بلکه اسلاف ایشون متأسفانه نرمش نشون دادن در مورد قضیه ترانسنیستر که روسیه اون رو از مولدوا جدا کرد. آمریکا در عمل هیچ عکس العملی از خود نشون نداد و همچنین سیاستی رو هم در مورد گرجستان و ابخاز‌ها پیش گرفتند. و سالی که کشور روسیه حملات سایبری خودش رو بر علیه کشورهای بالتیک انجام داد هم هیچ عکس العملی از آمریکا دیده نشد، در صورتی که میتونستن که مقابله به مصر کنند که نکردند. خب ببینید، اگر که این وضع کنونی ادامه پیدا بکنه از دو حالت خارج نیست: یا اینکه ایالات متحده مجبور هستش که اقدامات فوق‌العاده سنگینی رو بپذیره و یا اینکه حملات بیشتری رو بعد از طرف روسیه انتظار داشت. و فراموش نکنیم که خیلی از همپیمانان ایالات متحده در ناتو همواره این حراس رو خواهند داشت که الان که ایالات متحده از خواسته های قانونی دولت اوکراین اگر حمایت نکنه، آیا در آینده به حمایت از کشورهای بالتیک برمیخیزه؟ آیا به کمک لهستانی ها هم میره یا خیر؟ خب ببینید، این یک سوال خیلی خیلی مهمیه. پس به نظر من باید یک برنامه دراز مدت برای قضیه اوکراین داشت و به هیچ وجه این الحاق کریمه به اوکراین نباید این هدف حد اکثری ما باشه، این یک هدف حد اقلیه. پوتین چطوره که دو دهه است تقریبا در قدرت مونده در روسیه؟ ببینید، ساختار قدرت در روسیه این امکان رو به آقای پوتین داد و آقای پوتین همینطور که خانم کلینتون اشاره کردن، خانم کلینتون به مسائل سیاست خارجی اشاره کردن که چطور آقای پوتین موفق شده با سوء استفاده از اقلیت‌های قومی روس در خارج از روسیه در مسائل داخلی اونها شرکت کنه. ولی این قضیه به نظر من هیتلریزم پوتین یک بعد داخلی هم داره. خب ببینید، هیتلر چجوری در آلمان به قدرت رسید؟ بعد از یک زمانی که طبقه متوسط آلمان تمامی دارایی خودش رو از دست داده بود به خاطر انفلاسیون، که تمام این ارزش مارک آلمان رو پایین برده بود و واقعا طبقه متوسط به فلاکت کشیده شده بود، هیتلر زمانی به قدرت رسید که آلمان به شدت تحقیر شده بود و آلمانی ها دنبال بازیافتن اون افتخار گذشته بودند. و این هیتلر مرد قدرتمندی بودش که میتونستش که اون دوران پرآشوب بین دو جنگ اول و دوم رو به پایان برسونه و آلمان رو مجدداً به یک دولت مقتدری تبدیل بکنه. و این دقیقاً و تحقیقاً همون نقشی که آقای پوتین بازی کرده. ولی دنیا باید رفتاری جز از رفتارش در قبال با هیتلر با آقای پوتین داشته باشه. یادم باشه برای برنامه انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا اگه از خانم کلینتون کاندیدا شدن تیکر رو داشته باشیم که شما طرفداری کردید از خانم کلینتون؟ صد البته. اصولا نسل خانم کلینتون به نظر من دید واقع بینانه تری به سیاست دارن. اینها دوران جنگ سرد رو تجربه کردن و به نظر من ما اتفاقا به این نوع سیاستمدارا احتیاج داریم. حالا واقعا فرق نمیکنه که نماینده کدوم حزب باشن. آقای دکتر میلانی، اگر مطلبی در مورد اون چیزی که گفته شد دارید بشنویم، و آیا میشود پوتین رو هیتلر دیگری توصیف کرد؟ مطلب چند نکته است که به نظر من بایستی گفت. من با بسیاری از این صحبتهایی که شد موافق نیستم، برای اینکه فهم کنم مسئله بسیار بسیار پیچیده ای رو سعی میکنه خیلی ساده بکنه. اینکه بگیم هیتلر یا اینکه بگیم اوباما قاطعیت نداره، این به نظر من با واقعیت ها دست کم اونطور که من میبینم سازگار نیست. یادمون نره این آقای بوش بود که گفت من در چشم پوتین نگاه کردم و در روی روح و مسالمت جو دیدم، یک همدل دیدم. به علاوه الان اوباما نیست که حاضر به شدت عمل در مقابل روسیه نیست، این آلمانه، این انگلستانه. به لحاظ سرمایه گذاری های عظیمی که همین همدلان و همدستان آقای پوتین در لندن کردن، 15% تمام مستغلات گران قیمت لندن در یک سال اخیر همین همدستان پوتین در اونجا خریدن. مثلا ارقام سرمایه گذاری های اینا، میزان وابستگی اقتصاد آلمان به انرژی روسیه، اینها اونها رو، یعنی آلمان و انگلستان رو الان در یک مقطعی گذاشته که در یک حالتی گذاشته که موافق شدت عمل بیشتر نیستن. به علاوه یادمون نره من فکر می‌کنم حرف آقای کیان کاملا درسته، اقتصاد روسیه در واقع یک اقتصاد جهان سومی وابسته به نفت و به گاز، ولی در عین حال همونطوری که در دوران اتحاد جمهوری شوروی هم اقتصاد جهان سومی بود، ولی تسلیحات نظامی داره. یادمون نره 16,000 بمب داره، موشک‌های بالستیک داره، زیر دریا داره، یعنی قدرت نظامی بسیار بسیار توانمندی داره. تنها راهی که میشه این رو کنترل کرد به نظر من تفهیم این نکته است به آقای اوباما و تفهیم به آقای پوتین از طریق اوباما، از طریق اروپایی ها، از طریق دیگر کشورهای جامعه بین المللی که دوران این نوع استفاده های از ارتش برای داغون کردن گروزنی یا برای الحاق زوری اوکراین گذشته. اگر میخواد روسیه به بازارهای بین المللی کماکان وابسته بمونه، کماکان در اون جریان ها باشه، کماکان در اون سرمایه گذاری ها باشه، از اون وام ها استفاده بکنه، از اون بهره ها استفاده بکنه، تمام این مسائل به نظر من دقیقا نشون میده که یک کمی اوضاع متفاوت از 1933. به علاوه هیتلر با رأی بسیار بسیار اندکی به نخست وزیری رسید. من فکر نمی کنم هیچ، من ندیدم هیچ آماری که بگی که الان اگر انتخابات بشه او پوتین در اون انتخابات نخواهد برد. این به این معنا نیست که حقش ببره. من فکر می‌کنم کاملا این درسته که اصولا دموکراسی رو به مضحکه تبدیل کرده، این محدودیت انتخاب شدن دوبار رو تهدید کرد، مضحکه کرده. راهش هم دقیقا ترکیبی از همون سیستم کاگبه یعنی ارعاب و از سیستم ارتشا، پول دادن به یه سری از این اولیگارکا، پول دادن به یه سری از این رهبران کاگبه که هر کدوم میلیاردر شدن، نصف سرمایهشون در روسیه است، نصفش در اروپا است. از این طریق و از طریق فشار گذاشتن به جامعه مدنی، یکی از دلایلی که شما به دوست من مایک مکفال اشاره کردید، یکی از دعواهایی که مکفال دائم با پوتین داشت، این از روزی که پوتین رئیس جمهور شد
مکفال در دورانی سفیر شد که مدودف رئیس جمهور بود. از روزی که پوتین رئیس جمهور شد، مکفال و پوتین با هم تنش داشتن، برای اینکه مکفال تماس‌هاش رو با جامعه مدنی روسیه، با دموکرات‌ها، با شخصیت‌های آزادی‌خواه روسیه ادامه می‌داد، دائم توییت می‌کرد در مورد مسائل آزادی‌خواهی و اون تمام تلاشش رو کرد که جلوی این کارها رو بگیره. به همین خاطر اوضاع به نظر من یک کمی پیچیده است. به همین خاطر هم احساس من اینه که پوتین، همدستانش، این اولیگارک ها که منافعشون به خطر افتاده، دارن از درون فشار میارن که این هارت و هورت های اولیه آقای پوتین رو یه مقداری تلطیف بکنن. و به نظر من داره دولت روسیه به رغم اون مصاحبه واقعا غم انگیزی که پوتین کرد و نشون میداد شاید واقعا کنترل واقعیت رو، تماسش با واقعیت به قول خانم مرکل رو از دست داده، به رغم همه اینها به نظر من دارن سعی میکنن یک عقب نشینی حساب شده بکنن در مسیری که بتونن یه راه حلی پیدا بکنن که همه ازش بتونن نفعی ببرن و به معارضه و جنگ داخلی کشیده نشه. این اصطلاحی که آمریکایی به کار میبرن، میگن عقب عقب پدال میزنن. چقدر آقای میرانی خیلی کوتاه بفهم، چون اشاره کردید به اون مصاحبه پوتین، اونجا تعبیری رو به کار میبره، میگه آمریکایی ها نشستن اونجا مثل موش آزمایشگاهی در واقع آزمون خطا میکنن با کشورها و مناطق و این حرفا. چقدر این حرفش صرف نظر از اینکه انتقادهایی که بشود، این حرف چقدر ریشه در واقعیت داره؟ ببینید، من فکر میکنم این حرف کاملا درسته اگر از این منظر ازش بهش نگاه بکنیم که هر کشوری در هر جای دنیا، هر ملتی باید خودش تعیین تکلیف برای خودش بکنه و اگر کسی فکر کنه که در واشنگتن میتونه یک نسخه واحد برای همه جهان بپیشه، هم گره بر باد زده و هم دخالت غیر مستقیم کرده. ولی در این حال به نظر من اونچه که آقای پوتین مثلا در چچنیا کرد، اونچه که در گرجستان کرد، اونچه که الان داره در اوکراین میکنه، اینها و اونچه که فشارهایی که داره بر دیگر کشورهای مستقل عضو سابق اتحاد جماهیر شوروی میاره، یعنی داره سعی میکنه در واقع تمام منطقه زمانی تحت قیمومت اتحاد جماهیر شوروی رو به قول آقای کسینجر فنلاندیزه بکنه. ببینید، تلاش پوتین الان به نظر من فنلاندیزه کردن اوکراین و بعد از اوکراین نوبت دیگر ازبکستان، نوبت قرقیزستان، نوبت گرجستان. فنلاندیزه یعنی اونقدر بترسونید این کشورها رو که گرچه تحت نفوذشون در نمیارید، گرچه سرباز پیاده نمی کنید، ولی این تفاهم هم هست که اونها هیچ کاری علیه منافع شما انجام نمیدن. حداقل تلاش آقای پوتین به گمان من الان برای فنلاندیزی کردن هم اوکراین هم بقیه این منطقه است که میخواد این امپراتوری خیالی یوریجان خودش رو، بازار مشترک آسیایی خودش رو در اونجا ایجاد بکنه. بسیار خوب آقای کیان، میدونم مطالبی دارید، اگه میشه مختصر دو سه نکته که هم در واقع آقای میلانی و هم آقای الفانه گفتن. آقای الفانه به نظر می اومد کاملا در چالش با شما، گفتن که این تصویری که تعبیری که شما روسیه مقوایی شاید بشه گفت به کار بردید، نشانه ها دخالت های سالهای اخیر در گرجستان و اوکراین و مولداوی اینا چیز دیگری رو در واقع نشان میده. و یه پرسش هم که اینجا مطرح میشه اینه که از یک سو ما میگیم که روسیه اقتصاد نفتی داره، اقتصاد جهان سومی است، از سوی دیگر صحبت از این میکنیم که اقتصاد روسیه الان با اقتصاد اروپا گره خورده و میشود روسیه رو تحت فشار گذاشت. کدامی که از این کفه سنگینی میکنه؟ یعنی اگر روسیه رو بخوایم تحت فشار بگذاریم، برای پوتین واقعا مهمه که از گروه 8 مثلا برای مدتی بیرون رفته باشه روسیه؟ ببینید، در ارتباط با دو مورد اشاره کردم که اگر امروز انتخابات واقعی شاید انجام میشد، فکر میکنم مهم باشه که با شما در میون بگذارم که موردی که من عنوان کردم، یعنی رقمی رو که با شما و بینندگان محترم در میون گذاشتم که حدود شاید 30% طرفداران آقای پوتین باشن، توسط یک مؤسسه معتبر آمارگیری به اسم مؤسسه لوادا در مسکو، این
این نظریه منتشر شده و نمیتونم راجع به صحت و یا دقت این نظریه صحبتی بکنم، ولی منبع صحبتی رو که با شما در میان گذاشتم اونجا بود. در ارتباط با اینکه چه کار بایستی کرد وقتی که یک شخصیتی چنین رولی رو در مملکت خودش بازی میکنه و چه پاسخی بایستی داد، من فکر میکنم که زمانی نیستش که هر کس خشونت به کار میبره ضرورتاً جواب خشونت رو با خشونت و اون هم از قالب نظامی، چون این کار پیچیدگی های بسیار بسیار فراوانی داره و فقط کسانی که مستقیماً با این مسائل روبرو هستن و شاید به جنگ رفتن واقعاً متوجه میشن که جنگ یعنی چی. صحبت کردن راجع به این که بایستی با قدرت جواب داد و بایستی با مشت محکم جواب قلدر و زورگو رو داد، به نظر من ممکنه یکی از راه حل ها باشه، ولی راه حل منطقی نیست. کاری که بایستی بکنیم این که بایستی ببینیم، توجه بکنیم که وقتی کسی بزرگترین دشمن خودش هست و همطور که آقای دکتر بینانی گفتن خودش مخربترین عامل در بچه خودش هست، این که ما بریم با او مستقیما بجنگیم کار زیاد منطقی نیست. کاری که بایستی انجام بدیم این که حقایق روسیه رو بایستی با مردم، به خصوص با مردم خود روسیه. یه وقتی بود که دوتا روزنامه ایزوستیا و پراودا اون چیزی که دلشون میخواست مینوشتن و مردم هم میخوندن و حقیقت برای اونا اون بود. الان در دنیا این امکان ایجاد شده که حقایق رو با همه در میون گذاشت. من فکر میکنم یه کمی تنبلی سیاسیه که ما بخوایم که همه مسائل رو با قدرت نظامی پاسخگو بشیم. خیلی کارهای دیگه میشه کرد. همین صحبتی که ما الان داریم انجام میدیم اینجا میتونه گسترش پیدا بکنه، حقیقت‌های روسیه رو باز بکنیم و نشون بدیم که آقای پوتین در حقیقت مسائل و مشکلات بسیار بزرگتری داره. لازم نیست ما با آقای پوتین بجنگیم. آقای پوتین روبروی خودش دشمنان بسیاری رو داره. نسل جدید روزها دیگه اون محیطی رو که آقای یوری آندروپوف درست میکردن نمیپذیره. آقای کیان، شما اعتقاد دارید که این تحولات اخیر چقدر باعث شده اون تعبیری که بعضیا در غرب استفاده میکنن، نماینده کنگره هم دیدیم گفت که بعضی از این تحولات باعث جسورتر شدن پوتین شده، آیا واکنش، نحوه واکنش غرب یا آمریکا به تحولات چند سال اخیر باعث شده که پوتین جسارت بیشتری پیدا بکنه مسئله مثلا حتی سوریه یا موارد دیگر، یا حتی الان بحث کوچک کردن ارتش آمریکا که مطرح شده، آیا اینها زمان مناسبی است این بحث رو به نظر شما و میتونه تاثیر بگذاره روی محاسبات ولادیمیر پوتین؟ ببینید، نوع برخوردی که آمریکا داشته با روسیه به طور کلی از دیدگاه پنجره آقای پوتین بوده. بله درست میگن، همین صحبت رو رئیس سابق من آقای بوش کردن که من در چشمان آقای پوتین نگاه کردم و صداقت دیدم. خب میدونید، این من فکر میکنم که نوع برخورد به صورتی بوده که مسلما مؤثر نبوده، ایشان جسورتر شده. ولی آیا جوابگویی با خشونت راه حل هست و اینکه مرتب ما از آقای پوتین یک تصویری ارائه بدیم که ایشان پرقدرته و زورگوه و قلدره و بده، مسئله رو حل نخواهد کرد. ما بایستی راجع به جزئیات و واقعیات بیشتر صحبت بکنیم. بایستی نشون بدیم به دنیا و به روسها که مشکل اصلی روسیه مشکل بسیار بزرگتری هست. آقای پوتین با این اعمالش در حقیقت به صورت بسیار دستپاچه و هراسناک حمله به پیاده کردن نیروی نظامی یا شبه نظامی در کریمه و دخالت در اوکراین، اینا همه عملیات بسیار دستپاچه و هراسناکه. اینا نشانه قدرت آقای پوتین نیست. اینا رو بایستی با دنیا در میان گذاشت و آقای پوتین رو کنار گذاشت، راجب روسیه صحبت کرد. اینکه روسیه مشکل داره، مسئله داره و این مسئله فقط هم مختص به روسیه نخواهد بود. وقتی راجب کشورهای دیگه صحبت میکنیم باید مواظب باشیم که خب چچن‌ها چه کار خواهند کرد، در داغستان چه اتفاقی خواهد افتاد با افزایش درصد مسلمانان و مسلمانان ناراضی
و عصبانی و افراطی در داغستان و بقیه مناطق قفقاز شمالی چه تأثیری روی کشورهای دیگه خواهد گذاشت؟ عکس العمل اونها چه خواهد بود؟ بایستی راجع به مطلب بسیار مهمی که فنلاندیزه کردن منطقه هست که آقای دکتر میلانی راجع بهش اشاره کردن صحبت بکنیم. و اینقدر راجع به آقای پوتین و اینکه وقت بذاریم که ایشون چه کار کرد یا اینکه به کدام شکار رفتن یا سوار کدوم موتورسیکلت شدن، من فکر میکنم اینها کمی ساده نگریه. مسئله خیلی پیچیده تر هست و مسائل بسیار مهمتری هست که راجبش صحبت بکنیم، راجب روسیه و نه آقای پوتین. بله، من هم کاملا هم عقیده هستم که الان بحث اصلی باید این باشه که چه باید کرد و من اعتقاد دارم که گزینه‌های روشنی وجود نداره. یعنی چرا؟ بحثی که مطرح می‌کنیم عمدتاً بلند مدته، یعنی بله در دراز مدت صد یعنی ما الان داریم در مورد اشغال یک منطقه صحبت می‌کنیم، یک بحرانی است که ظاهراً کسی براش راه حل کوتاه مدت نداره. دقیقاً همینطوره، ولی من اعتقاد دارم که همین این تجاوز نظامی روسیه به کریمه به قول آخوندها از الطاف خفیه الهیه. چرا؟ به خاطر اینکه این امکان رو به ایالات متحده میده که سیاست‌های دوران جنگ سرد خودش رو مجدداً از آغاز بگیره، از سر بگیره. ایشون یعنی آقای پوتین و دولت روسیه سیاستش سیاست دوره جنگ سرده و جواب ایالات متحده هم باید دقیقاً از کتاب اون روش‌ها و متدهای جنگ سرد استخراج بشه. اولین روش، روش انزوای سیاسی روسیه است و این انزوا رو میشه اتفاقاً تشدید کرد با دامن زدن و اختلاف‌های بین روسیه و ابرقدرت بزرگ دیگه در منطقه چین. میدونید که چین و روسیه بر سر سیبری مشکلاتی دارن، خصوصاً به خاطر اینکه تعداد از کشاورزان چینی و دهقانان اینها میرن در بخش روسیه مرز بین این دو کشور در سیبری زندگی میکنن و بر اساس قانون بین الملل اگر که یک کشوری مردمانش 25 سال بیشتر در یک منطقه زندگی کنند و پرچم اون کشور در اون منطقه به اهتزاز در نیاد، میتونن که این چینی ها حتی ادعای مالکیت اون منطقه رو بکنن. چرا ما قانون شناسان و حقوقدانانی در آمریکا نداریم که از حقوق چین در اون منطقه حمایت کنن؟ به نظر من این یکی از مسائلی که باید مطرح بشه. دو، انزوای اقتصادیه و بی‌نیاز کردن اروپا از گاز اروپا که این هم یک امکان خیلی خیلی جالبی هست. اگر که جمهوری اسلامی ایران تدبیر نشون بده و بتونه که مشکلات داخلی خودش رو تا حدی حل بکنه، حتی به نظر من امکان این وجود داره که بشه یک تفرقه بین روسیه و جمهوری اسلامی ایران به وجود آورد، چون که خود ایران هم تمایل داره که گازش رو به اروپا صادر بکنه. این نکته که فقط من اینو بگم، چون بازم برمیگردیم به اینکه تمام موارد که اشاره میکنین اینها طرحهای بلند مدت آمریکا، اصلا الان معلوم نیست که بتونه واقعا اون تو حوزه گاز بتونه در میان مدت هم حتی شاید بتونه جای روسیه رو در مورد اروپا بگیره. من به خاطر اینکه آقای میلانی رو ما تا 2-3 دقیقه دیگه از دست خواهیم داد برمیگردیم، میدونم نکات مهمی دارید. آقای دکتر میلانی، ما 3-4 دقیقه بیشتر فکر کنم فرصت نداریم. 2-3 نکته مطرح هست، اگر میشه توی این فرصت باقی مانده پاسخ بفرمایید. اینکه اساساً آمریکا چه اهرم‌های فشاری در شرایط فعلی داره؟ بسیار از این چیزایی که صحبت می‌کنم طوری که عرض کردم معلوم نیست که واقعاً در کوتاه مدت جواب بده. و اینکه آیا الان زمان این هست که یک سری تحولاتی مثل مثلا کوچک کردن ارتش آمریکا، اینها در واقع یا به گفته بعضی از قانونگذاران پیام‌های غلطی رو به مسکو نمیفرسته، پوتین رو دچار سوء تفاهم نمی‌کنه، که زمان این هست که بتونه تخاصمی‌تر عمل بکنه؟ ببینید، در مقابل کوچکتر شدن ارتش آمریکا، ارتش چین داره امسال 14% یا 13% بودجه نظامی خودش رو افزایش میده و چالشگر اصلی روسیه در اون نگاه آسیاییش به گمان من چینه و آمریکا کاملا واقفه که میتونه از این رابطه مثلثی چین، روسیه و آمریکا برای ادامه نفوذ خودش در این منطقه وسیع آسیایی استفاده بکنه. مثلا یک بخشی از سیاست اصلی آقای اوباما، این نگاه به اصطلاح شرقی آقای اوباما، این برگردوندن سیاست آمریکا برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم به جای تمرکز بر اروپا تمرکز بر آسیا، دقیقاً منبعث از این نگاه استراتژیکی که دعوای اصلی آینده این است که کی بر این منطقه میتونه اعمال نفوذ بکنه. و روسیه و چین مدعی های
اصلی منطقه هستند و آمریکا هم به خاطر منافع خودش از اون مدعی هاست. من امیدوارم به دوران جنگ سرد بر نگردیم، برای اینکه دوران جنگ سرد به نظر من جزء الطاف آشکار یا پنهان خدا نبود. اگر خدا درش دستی داشت غضبش بود، دوران سیاهی بود، میلیون ها نفر در نتیجه اون دوران کشته شدند، بیمار عصبی شدند، میلیارد ها میلیارد دلار در دو طرف برای یک جنگ جنون‌آمیز و برای یک فضای تنش جنون‌آمیز خرج شد که میتونست خرج های بهتری داشته باشه. ولی من فهم کنم در کوتاه مدت هم اگر غربی ها به خصوص اروپایی ها، برای اینکه منافع روسیه اونجا خیلی بیشتر مستقیمه، تفهیم بکنن با آقای پوتین که اگر وارد بشی، اگر دخالت نظامی بکنی، اگر الحاق نظامی بکنی، فشارهای اقتصادی بیشتر خواهیم کرد، بازارهای اقتصادی رو محدودتر خواهیم کرد، جانشینی برای گاز روسیه پیدا خواهیم کرد. اینجاست که ایران میتونست، اگر ایران دولت با کفایتی داشت، میتونست از این موقعیت خیلی استفاده بکنه. اون وقت به نظر من میشه جلوی، حتی در کوتاه مدت، جلوی فاجعه بیشتر رو گرفت. و خیلی معذرت میخوام که باید زود از حضور شما و بینندگانتون خارج میشه. تشکر میکنم از شما آقای دکتر عباس میدانی. امیدواریم در برنامه بعد فرصت بیشتری داشته باشیم با شما صحبت بکنیم. ازتون تشکر میکنم آقای عباس میدانی. از شما متشکرم. پالو آلتو بودن. آقای کیان به شما برمیگردیم. من چون صحبت آقای الفونه رو نیمه تمام گذاشتم، میدونم یک دو نکته ایشون دارن که تمام بکنن صحبتشون رو. بفرمایید. بله، ببینید، همونطور که پیشترم خدمتون عرض کردم، سیاست دولت آقای پوتین سیاست دوره جنگ سرده و جواب اون هم باید از همون اون جوابهای دوره جنگ سرد استخراج بشه. یک، انزوای سیاسی، دو، انزوای اقتصادی، سه، محاصره نظامی از طریق همکاری هرچی بیشتر بین کشورهای پیمان آتلانتیک در ناتو و صد البته حتی دامن زدن به تضادهای داخلی موجود در روسیه. من شخصا به شدت نگران احوال و وضع مسلمانان روسیه هستم. چرا روسیه حمایت بیشتری از مسلمانان، چرا ایالات متحده حمایت بیشتری از وضع مسلمانان روسیه نمیکنه؟ این نکته بین اینکه صحبت از این کرده که محاصره نظامی و اینها رو صحبت میکنیم، ببینید در دوره دولت جورج بوش، در به ویژه دولت اول، این بحث سپر دفاع موشکی مطرح شد. جمهوری چک و لهستان و اون رادار و اینها رو تا یه مرحله پیش بردن. بعد انقدر فشارها زیاد شد و تنش انقدر بالا گرفت که روسیه داشت اقدام متقابل انجام میداد که آمریکا به این نقطه رسید که ترجیح دادن که در واقع فعلا رو منتقل بکنن، ببرن، بگن که ما روی ناوها و در واقع تغییر تحولاتی که در مرز روسیه نباشه. وقتی صحبت از این کارا میکنیم، به هر شکل حتی در چند سال گذشته تجربه نشون داد این پروژه‌های موفقی نبوده. ببینید، دلیل اینکه اون پروژه سپر دفاعی موفق نبود اتفاقا به خاطر اقدام‌های روسیه نبودش، به خاطر این بودش که کشورهای اروپایی میخواستن که تضاد زیادی با روسیه نداشته باشن و دولت روسیه به یک دولت انتقامجو تبدیل نشه. ولی در عمل امروز جمهوری چک حتی پارلمانش رو تصویب کرد، بعدن از این دلخور شده بودن که چرا آمریکا در واقع پا پس کشید. یعنی اونها حتی آمادگی این رو داشتن، میخواستن که در واقع اون تاسیسات اونجا نصب بشه. الان که روسیه در دوران آقای پوتین دست خودش رو نشون داده، به همین جهت هم هستش که من میگم این از الطاف خفیه الهی هستش. به نظر من اروپایی ها آمادگی بیشتری دارن که سپر دفاعی در اونجا نصب بشه، آمریکا حضور نظامی پررنگتری داشته باشه و حتی حاضر هستن که مخارج اون رو بپردازن. شما کافی هستش که با کشورهای حوزه بالتیک یا کشوری مثل لهستان، با نمایندگان اونها صحبت کنید. اونها اتفاقا خطر روسیه رو بیش از هر کسی احساس میکنن. ولی آمریکا که صراحتا گفته که ما اصلا به دنبال حضور نظامی نیستیم و چون مسیر رو دنبال نخواهیم کرد. ببینید، یک چیز حرفی هستش که الان میزنن، ولی بستگی به سیاستهای دولت پوتین داره. اگر که دولت روسیه به این سیاستهای متجاوزانه خودش در قبال کشورهای همجوار ادامه بده، ایالات متحده هیچ راهی نداره جز بازگشت به سیاست دوران جنگ سرد. نه اینکه من دوران جنگ سرد رو یک عصر طلایی بدونم، خیر، اینطور نیست، ولی حقیقت اینه که در سیاست بین‌الملل تنش و تضاد بین منافع کشورها یک مسئله اجتناب ناپذیره و ایالات متحده سعی کرده که به صورت مسالمت‌آمیز این مشکلات خودش رو با روسیه حل کنه. این متاسفانه جواب نداده و بلکه حتی آقای پوتین و دولت مردان روسیه رو جسورتر و گستاختر کرد. بسیار خب، آقای کیان صحبت از ایران شد، هم آقای الفونه صحبت کردن، هم آقای میلانی، که ایران میتونه پتانسیل داشته، نقشی بتونه بازی بکنه، چه مثبت چه منفی. بخش کوتاهی از صحبت‌های
دیروز آقای خامنه‌ای رو بشنویم در مورد اینکه ایشون اساساً چگونه نگاه میکنه به تحولات امروز در پی این گفتگوهای اتمی. حالا یه روز بهانه انرژی هسته‌ای است، یه روز غنی‌سازی است، یه روز حقوق بشر، یه روز حرفای از این قبیله. تحریم‌ها علیه ما قبل از اینکه انرژی هسته‌ای مطرح هم بشه وجود داشت، بعدش هم وجود خواهد داشت. این مسئله هسته‌ای و این مذاکرات و اینا اگر انشاءالله به حلی، نقطه حلی برسه، باز خواهید دید همین فشارها وجود خواهد داشت. شنیدی صحبت رهبر جمهوری اسلامی رو میگه اگه حتی مذاکرات هم به نتیجه برسه، اون چیزی که دولت آقای روحانی صحبت میکنن، فشارها و تحریم‌ها این وضعیت کنار نخواهد رفت. این چنین برداشتی که رهبر جمهوری اسلامی داره با توجه به این تحولات، الان صحبت از یک قرارداد جدید هست در مرحله مقدماتی، دو راکتور جدید روسیه برای ایران بسازه در کنار بوشهر، با چنین مسیری که شما میبینید، آیا ایران میتونه در این معادله نقشی بازی بکنه یا بیشتر از گذشته با توجه به این جستی که اصطلاحاً پوتین گرفت بعد از این تخاصم اخیر، جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی بیشتر به آغوش مسکو خواهند رفت؟ ببینید، این کلمه جست که شما ازش استفاده کردیم، من فکر می‌کنم کلمه بسیار به جاییست، چون آقای خامنه‌ای و همکارانشون در دولت جمهوری اسلامی جست دفاع از مسلمانان رو در دنیا می‌گیرن، ولی در مقابل آقای پوتین و روسیه کاملا ساکت می‌مونن. وقتی 140 نمازگزار در مسجدی در مسکو بدون هیچ دلیل خاصی دستگیر میشن، و یا اینکه این واقعا به نابرابری اقتصادی بسیار نگران کننده که در داغستان، در چشنیا وجود داره، بیکار هستن، فقیر هستن، ظلم میشه بهشون، به هیچ عنوان صدای از اینها در نمیاد. البته چند وقت پیش شنیدیم که یکی از مقامات سابق جمهوری اسلامی، فکر میکنم فرمانده سابق سپاه پاسداران جمهوری اسلامی آقای رفیق دوست، صحبتی کرده بودند که نماینده روسیه در ایران رو به دفترشون احضار میکنن و ازش سوال میکنن که این خرس‌های قطبی کی از خواب بیدار خواهند شد، و ظاهراً به گفته خودشون نماینده پاسخ میده که منظورتون از خرس‌های قطبی کیا هستن، و آقای رفیق دوست میگن که منظورم از رهبران شما در مسکو هستن، و میگن منظورتون از خواب بیدار شدن چیه؟ اینها بایستی بدانند که ما 70 میلیون بمب در روسیه داریم که چاشنیش در تهران هست. البته 70 میلیون رو نمیدونم از کجا آوردن. جمعیت روسیه حدوداً 143-144 میلیون نفر هست و 14-15% مسلمان هستن، اگر اشاره به اون جمعیت میشه. ولی ما انتظاری از دقت در آمار و امثال هم نداریم از جمهوری اسلامی و مقامات حاضر، چه بسه به مقامات سابق. ولی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی رفتارش مصنوعیه. مثلا جمهوری اسلامی تحت امر آقای پوتین قرار داره. خط لوله‌ای که به منطقه قفقاز کشیده شده، خط لوله گاز هست و ظرفیت اون بسیار بسیار بالاتر از اون هست که دولت جمهوری اسلامی گاز صادر میکنه به منطقه. چرا؟ چون روسیه فرمان داده بهش که بایستی این کار بکنی، و درست برخلاف منافع مردم ایران، جمهوری اسلامی امروز از صدور گاز به منطقه تحت فرمان آقای پوتین خودداری میکنه. و من فکر میکنم که رابطه این دو هم قابل مطالعه هستش و بایست این حقایق رو راجبش بیشتر صحبت کرد. ببینید، وقتی راجب دوران جنگ سرد صحبت میکنیم، خب میدونید این تصور ایجاد میشه که چون از شروع زمامداری آقای اوباما، آمریکا به صورت یک شیر بیال و کوپال در آمده و ایشان دنیا رو دنیای بدون جنگ می‌بینن، بنابراین آمریکا رو به زوال هست و بایستی این برگرده و ما بایستی توپ و تانک و هواپیما و موشک و قدرت نظامی رو گسترش بدیم. بله. در حالی که این دیگه کار نمی‌کنه. ببینید، همینطور که دیدیم 5 سال طول میکشه که ما یک ناو هواپیمابر بسازیم و 15 دقیقه طول میکشه که یک آدم خالی از عقل اون رو از بین ببره. یعنی که دوران جنگ سرد شاید تصویر هیجان انگیزی باشه، ولی عملی نیست. ما بایستی با
دیپلماسی دقیق و با روشن کردن حقایق روسیه برای مردم دنیا، روسیه رو به اون اندازه اصلی خودش برگردونیم و نه به یک پولی که همه دنیا ازش بترسن. آقای بیژنکیان تشکر میکنم از شما، آقای علی الفانی از شما هم سپاسگزارم برای شرکتتون در این برنامه، از آقای عباس میلانی و آقای سیاوش مهاجر هم سپاسگزاریم. بیننده افق از صدای آمریکا بودید. برنامه فردای ما پنجشنبه در مورد بحران در ونزوئلا است. تا افق پنجشنبه.